بسم الله الرحمن الرحیم. د بازرس اداره مشره آقای غزال حارس، دیادی اداره همکاران و درنه و رسانه و استاز و زمون دن رزی خبر نستخرا لست په پیل که لجناب هر سب چه پا درنخ تیل کو چه خپلا وینا و لری لاغی پاس بیا بیتا سپاکتانی تزواب وی جناب هر سب میروانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام به همکارای رسانه ای ما و به هموطنان عزیز ما، قسمی که در جریان قرار دارین، اداره بازرس به اساس حکم شماره 764 مقام عالی ریاست جمهوری موظف به بازرسی مدیریت منابع و مصارف مبارزه با شیوع کرونا شده بود و بازرسی خود ما در مرحله اول با 4 مورد شروع کردیم. مورد اول ما در بازرسی گزارش خبرگزاری پژواک در رابطه با قاچاق ماشین‌های تنفس مصنوعی یا ونتیلاتورها از ونتیلاتورهای کمک شده به افغانستان بود. موضوع دوم ما گزارش روزنامه 8 صبح در رابطه با اختلاس و حیف میل بود جای ولایتی بود. موضوع سوم را که ما کار بالا شروع کردیم، بررسی عدم پرداخت معاشات کارمندان صحی شفاخانه افغان جاپان و شفاخانه جنا بود. و مورد چهارم هم که ما می‌خواستیم روی قراردادهای مربوط به مبارزه با ویروس کرونا در مرکز و ولایتی قراردادها بازرسی شوند. امروز یافتهایی را که من امروز شما شریک می‌سازم یافتهای ابتدایی اداره بازرس است، ولی قبل از اینکه به یافتهای خود بریم، من می‌خوام اولا از همکارای رسانه‌ای ما، از پژواک، از 8 صبح، از نهادهای جامعه مدنی، از تمام از اینا به خاطر کمک کردن ما به دریافتن حقایق و همچنان همکاری که در رابطه با در ارائه معلومات همراه ما همکاری داشتن، از اونا تشکر کنم. همچنان قابل ذکر است که از کمیسیون مستقل حقوق بشر تشکری کنیم، به خاطر که با امکانات محدود که اداره بازرس در اختیار قرار داشت، ما نتونستیم در تمام ولایت هم خود ما سفر کنیم. در بعض ولایت خود ما سفر کردیم و در بعض ولایت کمیسیون مستقل حقوق بشر ما را در جمعآوری معلومات و تشخیص ونتیلاتورها در ولایت همکاری کردند. به اساس حکم ریاست جمهوری ما مکلف به گزارش دهی ماهوار بود، ولی با توجه به اهمیت موضوع و انتظاری که مردم افغانستان از ما داشتن، از دولت داشتن، تا اینکه در رابطه به موارد یا ادعاها یک بازرسی صورت بگیره و حقایق به مردم انعکاس داده شود، ما خواستیم یافتهای ابتدایی خود در این مرحله با همگی شریک بسازیم و این پروسه گزارش دهی ما به شکل دوامدار ادامه خواهد داشت. اول ما از یافته‌های ابتدایی ما در رابطه با گزارش خبری پژواک در رابطه با قاچاق ماشین‌های تنفس مصنوعی یا ونتیلاتورها صحبت می‌کنم. آژانس خبری پژواک به تاریخ 2 سرطان یک گزارش تحقیقی را نشر کردند که ادعا کرده بودند که 32 ونتیلاتور کمک شده به افغانستان و پاکستان قاچاق شده. ما این موضوع را تحت بازرسی قرار دادیم از طریق مصاحبه‌های چندین مصاحبه با خود خبرگزاری پژواک، با مقامات وزارت محترم صحت عامه و سایر نهادهای زیردخل و از طریق مشاهدات مستقیم و به همکاری بعض نهادها در ولایات، این را تحت بازرسی قرار دادیم. در مورد ونتیلاتورها چند موضوعی است که ما می‌خواهیم با شما شریک بسازیم. اول، آمار در وزارت صحت عامه دقیق نیست. متاسفانه از شروع کار تا الحال ما گزارشات متناقض را از وزارت محترم صحت عامه گرفتیم که ارقام متفاوت نشان میداد. با وجود از اینکه ما چند بار امراشون به تماس شدیم و در نهایت کوشش کردیم که لیست نهایی از ونتیلاتورها را بر ما بفرستن، ولی تا هنوز هم تعداد دقیق از ونتیلاتورها در افغانستان مشخص نیست. ونتیلاتورهای کمک شده به افغانستان تعدادش مشخص است، 63 ونتیلاتور است. از این جمع ما 56 ونتیلاتور به شکل از طریق مشاهده ما تشخیص کردیم و تثبیت کردیم که در افغانستان موجود است، که فقط 7 ونتیلاتور از این هنوز هم در حال تشخیص شدن و بازرسی است. اما از ونتیلاتورهای گذشته که قبل از این بوده یا ای که خریداری شده در جریان کرونا، آمار و ارقام متاسفانه هنوز هم دقیق نیست. در بعض ولایات مثلا تعداد ونتیلاتورها بیشتر از آمار بوده که وزارت صحت عامه بر ما گذاشته.
گزارش دادن. در بامیان مثلا یک ونتیلاتور اضافه بود، ولی در هرات 15 ونتیلاتور اضافه تر از لستی که ما از وزارت محترم صحت عامه در اختیار داشتیم، 15 ونتیلاتور بیشتر بود. یک مورد را که در رابطه با ونتیلاتورها باید مد نظر گرفت که در معلومات وزارت صحت دقیق نیست، نوعیت ماشین ونتیلاتور است. 3 نوع ماشین ونتیلاتور در افغانستان استفاده شده. ماشین های ونتیلاتور های عادی هستند، ماشین های ونتیلاتور هستند که به نام بای پپ یاد میشن، و ماشین های ونتیلاتور هستند که به نام سی پپ یاد میشن. اینا از خود مشخصه های دارن، ولی متاسفانه در بسیاری لیست ها مغالطه صورت گرفته بین انواع از این ونتیلاتور ها، و همش یا به نام ونتیلاتور آمده، بعدن وقتی که مشاهده شده او بای پپ بوده. امی موضوعات هم باعث میشه که آمار به شکل درستش تهیه نشده باشه، ولی بازرسی ما در این موارد ادامه داره تا ای که ما یک یک از ونتیلاتورها را تثبیت نکرده باشیم. ما بازرسی خود تکمیل در این موارد تکمیل نمیدانیم. از جمله 335 ونتیلاتوری که فعلا پیش ما در لیست نهایی موجود است، ما تانستیم 269 ونتیلاتور را از طریق مشاهدات و گزارش ها تثبیت بکنیم. تعداد باقی مانده‌اش هم قسمت ما بیشتر توضیح دادم، بازرسی ما در این مورد ادامه داره و یک یک از ونتیلاتور ها تثبیت میشه و گزارشش شریک میشه. در مورد ادعای آژانس خبری پژواک ما چند مورد داریم. اولی که گزارش پژواک مشخصا از ونتیلاتورهای کمک شده به افغانستان ادعا داشتن که 32 ونتیلاتور قاچاق شده. آژانس خبری پژواک 32 ونتیلاتور را که ادعا دارن به پاکستان قاچاق شده، فقط شماره مسلسل یا سیریال نمبر یکی از او را در اختیار اداره بازرس قرار دادن، و این شماره مسلسل با هیچ شماره مسلسل از 269 ونتیلاتوری که ما بررسی کردیم مطابقت چیه که شباهت هم نداره. یعنی هر ماشین سیریال نمبر داره که ماشین های دیگه هم تفاوت دارن در ارقام، ولی در کل شبیه می باشن، یک فرمت مشخص دارن. متاسفانه او ونتیلاتوری که معلومات ما از پژواک گرفتیم اما مشخص ها را نداره. از 31 مورد دیگه پژواک بر ما یا در اختیار ندارن یا در اختیار ما قرار ندادن، ولی شماره مسلسلش معلوم نیست. مورد دوم اسناد صوتی را که لینکش هم خبرگزاری پژواک در گزارش نشر کردن، در اونجا کسی که صحبت میکنه در تلفن که گویا ونتیلیتر را پیش اونا است، اونا مدل ونتیلیتر S1100 میگن، در حالی که در گزارش پژواک مدلی که ذکر شده VG70 است. VG70 و S1100 دو مدل متفاوت از ونتیلیتور است که هم تناقض در گزارش نشان میده. و موضوع دیگه که قسمی که ما قبلا هم تذکر دادم، از جمله 63 ونتیلاتور کمک شده که ما از طریقه های مختلف اینا را تشخیص و تثبیت کردیم، 56 عدد از او را ما تصدیق میکنیم، به این معنی که فقط 7 ونتیلاتور از او تا حال مشخص نشده، بازرسی ما ادامه داره، ولی در کل موجودیت 56 از 63 ونتیلاتور قاچاق 32 ونتیلاتور کمکی را منتفی میسازه. اما یافتهای ما در کل قاچاق احتمالی ونتیلاتور را ما در این مقطع رد نمی کنیم، به خاطر که بازرسی ما در کل ادامه داره تا ما ببینیم تمام ونتیلاتورهایی که در گذشته در افغانستان موجود بود و یا که خریداری شده از بازار در افغانستان، تمام از اونها را هم ما شامل لیست خود داشته باشیم. و این را به اطمینان برتان میگیم که اگر از جمع ونتیلاتورها یک ونتیلاتور هم موجودی نشد و تثبیت نشد که در افغانستان وجود داره، ما صادقانه گزارش از او را به ملت تقدیم کرده و همچنان مسئولینش را به پنجه قانون میسپاریم. مورد دیگه ای که ما روش کار کردیم، گزارش 8 صبح در رابطه به اختلاس و حیف میل بودجه به سطح ولایتی بود. در این مورد هم همه شما در جریان هستین که با شیوع ویروس کرونا دولت یک انعطاف پذیری در رابطه با مصرف بودجه و شیوه تدارکاتی به سطح ولایات مد نظر گرفتن، اما همزمان با این انعطاف پذیری دو طرز العمل هم از طرف دولت منظور شد و به ولایات فرستاده شد. یکی طرز العمل مصرف بودجه است و یکی هم طرز العمل رهنمود اجرایی اقدامات تدارکاتی اضطراری است.
از ولایات مکلف بودند که امید و طرز العمل را در روشنایی دو طرز العمل مصارف مالی و تدارکاتشان انجام بدن. اداره بازرس 4 ولایت ذکر شده در گزارش 8 صبح در اولویت کار خود قرار داده، ولی در کل این یک زنگ خطر بود بر ما و ما خواستیم تمام 34 ولایت بازرسی بکنیم، یعنی 4 ولایت در اولویت قرار داره ولی ما 30 ولایت دیگر هم شامل بازرسی ما میشه. در مورد بازرسی ما باز هم یافتهای ما ابتدایی است، ولی ما چند مورد را یافتهای ابتدایی خود داریم. اولی که خریداری ها در بسیاری موارد با قیمت بسیار بلند صورت گرفته، قیمت در بازار به یک شکل بوده اما در ولایات به قیمت های متفاوت خریداری شده. مثلا یک مورد را ما شناسایی کردیم که یک کوچ چینایی به قیمت 73,000 افغانی خریداری شده در حالی که در بازار بین 25 تا 35,000 افغانی است، یا در یک مورد دیگه در بدخشان یک سیستم گرم کننده سیروم به قیمت 85,000 افغانی خریداری شده در حالی که مجموع در بازار به قیمت 40,000 افغانی به فروش میرسه. بازرسی ما در این مورد ادامه داره و ما گزارش مفصل زیر نشر میکنیم، اما یک موردی که در ای در افزایش قیمت ها باید مد نظر داشته باشیم و یافته های ما نشان میده ای است که سکتور خصوصی با استفاده از بازار آزاد نرخ ها را به شکل سرسام اول بالا بردن و ای هم یکی از دلایل بوده که در بعضی ولایات اجناس به قیمت بالاتر خریداری شده، ای هم میتونه یکی از فاکتورها باشه. مورد دوم خریداری غیر مرتبط است. متاسفانه در بعضی ولایات ما خریداری های غیر مرتبط هم شاهد بودیم در حالی که پول تخصیص داده شده مشخصا برای کرونا بوده. در بعضی ولایات مثلا تخت خواب خریداری شده، لنز کامره خریداری شده، تلویزیون های بسیار بزرگ 75 اینچ خریداری شده، سیت های موبایل خریداری شده. این موارد هست که ما داریم، اما در کل چون ما از 4 ولایت در اولویت و بعدن 30 ولایت صحبت میکنیم و تمام بودجه از اینا باید بررسی شود، این یک پروسه طولانی است، ولی ما به شما اطمینان میدیم که تمام پول از اینا و مصرف پول از اینا همش به شکل دقیقش بازرسی میشه. مورد سوم تفاوت قیمت در عین جنس در ولایت مختلف است. در ولایت مختلف عین جنس با قیمت‌های بسیار متفاوت خریداری شده. یک مثال بسیار سادهش امی ترمومیتر دیجیتالی انفرارد است که اکثریت ما شما دیدیم در ادارات مختلف. این متاسفانه در بدخشان به 12,000 افغانی خریداری شده، در هرات به قیمت 24,000 افغانی خریداری شده، در لوگر به قیمت 91,000 افغانی خریداری شده، در غزنی 16,000 و در سمنگان به قیمت 20,000. این هم نشان دهنده از این است که مشکلات در مصرف بودجه وجود داره که ما تمام از اینا را بازرسی خواهد کردیم. مورد چهارم هم ضعف مدیریت قراردادهاست. در قراردادهایی که در سطح ولایت صورت گرفته تعداد را که ما تا حال تحت بازرسی خود قرار دادیم مشکلات دیده میشه، یا ای که امو رهنمود تدارکاتی کاملا مد نظر گرفته نشده و یا هم در کل اسنادی که مربوط به قرارداد میشه موجود نیست. این هم مشکلات است که در رابطه با مصرف بودجه ولایتی ما داریم. مورد سوم را که ما میخوایم روش صحبت کنم نقش نظارتی نهادهای جامعه مدنی است که در گزارش 8 صبح به او پرداخته شده بود. نظر به طرز العمل مصرف بودجه یک کمیته نظارتی ایجاد شده بود که کمیته نظارتی شامل یک از عضو یا مجلس ولسی جرگه و یا هم از شورای ولایتی بود، جامعه مدنی، شاروالی یا ناحیه ها، نماینده ولایت، مستوفیت و نماینده جامعه مدنی و یک تن از رسانه های محلی. این را ما شما در رسانه ها به تکرار شنیدیم که جامعه مدنی و رسانه ها از شکایت داشتن از عدم حضورشان و یا که نهادی که در او پروسه اشتراک داشته به شکل سلیقوی از طریق ولایت انتخاب شده. یافته های ما نشان میده که در بسیاری موارد جامعه مدنی یا دعوت نشدن کاملا در این پروسه در این کمیته نظارت و یا اگر دعوت هم شدن در بعض موارد به شکل سلیقوی دعوت شدن و فرصت انتخاب یک نهاد جامعه مدنی به مجموعه نهادهای جامعه مدنی در او ولایت فراهم نشده. جامعه مدنی نقش بسیار مهم و رسانه ها نقش بسیار مهم را در نظارت از این پروسه ها دارن و میتونن که شفافیت و پاسخگویی را تامین بکنند این پروسه، اما متاسفانه در بسیاری از ولایات این فرصت فراهم نشده. اداره بازرس همیال در حال گفتگو با گروه کاری مشترک جامعه مدنی که با بزرگترین چتر جامعه مدنی در افغانستان است، با اونا در حال مذاکره هستیم تا اینکه اول معلومات دقیق ما بگیریم که در کدام ولایات به جامعه مدنی فرصت فراهم شد و در
کدام ولایت فرصت فراهم نشد و بحث دوممی که چطور بتانیم در آینده ما از اشتراک جامعه مدنی و رسانه ها در این پروسه اطمینان حاصل کنیم و همچنان با اداره مستقل ارگان های محل در تماس هستیم تا ایره من حیث یک امر ضروری و حتمی موجودیت از اینا را در پروسه ها حتمی داشته باشند. بس مورد سوم ما یافته‌های اداره بازرس در رابطه با پرداخت معاشات کارمندان شفاخانه‌های علی جناح و افغان ژاپن بود. یک تعداد از این کارمندان در رسانه‌ها هم شکایات وافر داشتند. در اینجا بی‌نظمی‌های زیاد وجود داره، متأسفانه ناشی از ضعف مدیریت است در این دو شفاخانه. در کل اگر ما صحبت کنیم آمار دقیق از کارمندان استخدام شده در این دو شفاخانه ما نداریم. لیست های متفاوت به اختیار اداره بازرس قرار داده شده و این نشان دهنده از این است که آمار دقیق و یک مکانیزم بسیار شفاف و پاسخگو در رابطه به استخدام افراد در دو شفاخانه وجود نداشته. بس دیگه ما در این مورد ای است که یک تعداد از کارمندان که استخدام شدند تا هنوز هم اگرچه در ماه سهر و جوزا استخدام شدند هنوز هم اسناد استخدامشان تکمیل نشده. بعضی از کارمندانی هستند که نحوه استخدامشان مشخص نیست، سوانه و اسناد مرتبط به منابع بشری ندارن و در نهایت یک تعداد افراد هستند که یا لیست های موجود است که از افرادی که قرارداد دارن و لیست هایی از افرادی که قرارداد ندارن، ولی متاسفانه در بعض موارد دیده میشه که اسم یک شخص در هر دو لیست است که هم قرارداد داره و هم قرارداد نداره و این متاسفانه عدم شفافیت در این پروسه نشان میده و ما در حال بازرسی از این موارد هستیم و انشالله در زودترین فرصت گزارش ما در این مورد هم تکمیل میشه. بعضی از مثال هایی که از پرداخت معاشات داریم، مثلا بعضی از کارگرهای هستند که در 12 جوزا استخدام شدن تا حال حاضری و قرارداد ندارن، اما بعضی دیگه هستند که در 27 جوزا استخدام شدن قرارداد دارن و نامشان در حاضری است و موارد زیاد ما داریم. این از جمله بعض موارد است که من بر شما توضیح میدم. یا اینکه رئیس قبلی شفاخانه افغان ژاپن صلاحیت استخدام 120 نفر داشتن ولی در نهایت اینا 207 نفر کارگر استخدام کردن. وقتی رئیس بعدی اومده، رئیس بعدی به کارگرها گفته که دیگه به اونا ضرورت نیست. این تمام از این یک وضعیت را نشان میده که سیستم منابع بشری با چالش های مواجه بوده. در مورد شفافیت یا عدم شفافیت در پروسه منابع بشری مشکلات دیگه هم وجود داره. بعضی یافته های ما نشان میده که افراد خلاف رشته با سن با عدم تکمیل سن قانونی اینا وایایی که در همزمان در دو یا سه پست وظیفه اجرا کردن و این هم عدم شفافیت در پروسه نشان میده. ما چندین بار شاهد تعویض رهبری دو شفاخانه بودیم، اما متاسفانه تعویض رهبری شفاخانه که اگر من اشتباه نکرده باشم بار آخر بر روز پنجشنبه اتفاق افتاد، هیچ گونه تأثیر بر بهبود وضعیت و یا یک عرضه خدمات صحی نداشته. ما امیدوار هستم که وزارت صحت عامه این موضوع جدی بگیرن تا مدیریت شفاخانه بهتر شوه. فقط با تعویض افراد مشکل حل نمیشه. در جریان بازرسی خود ما یک مورد دیگر هم دریافتیم و او ضعف مدیریتی در کل در سکتور صحی افغانستان است. سکتور صحی افغانستان متاسفانه در سالهای گذشته و هم فعلا با ضعف مدیریتی مواجه است، با ضعف جدی مدیریتی مواجه است که تاثیرات منفی را بالای عرضه خدمات صحی در افغانستان داشته. چند مورد از این را من می‌خوام روش صحبت بکنم. اگرچه یافته های ما از چند شفاخانه محدود است، دو شفاخانه در کابل ما بازرسی کردیم که جنا و افغان ژاپن بود، دو شفاخانه در ننگرهار و دو شفاخانه هم در هرات. اما چند موضوع بسیار مهم است. اول ضعف در تامین شفافیت است. یک مثال از این است که ماشین پی سی آر که به ولایت هرات خریداری شده بود یا عقد قرارداد شده بود ماشین جدید بود، اما به هرات ماشین مستعمل فرستاده شده و بر اساس هدایت شفاهی رهبری اسبق وزارت صحت تا ما به اونا گفته شده که بپذیرن تا ای که مرزها باز شود و ماشین جدید تسلیم از اونا شود که تا حال هم این کار عملی نشده. یا ای که رهبری از بقیه وزارت صحت عامه در کابل ماشین اکسری استفاده شده و از قبل موجوده و نام ماشین اکسری جدید تحویل شفاخانه افغان ژاپن کردن. در ولایت ننگرهار از کابل ونتیلاتور فرستاده نشده بود در اول و اینا ونتیلاتورهایی که از قبل در ننگرهار موجود بود از یک
شفاخانه به شفاخانه دیگه انتقال دادن و گفتن که این ونتیلاتورهایی است که از کابل به ننگرهار آمده. تمام از اینا عدم شفافیت در مدیریت کلی وزارتخانه را نشان میده. موضوع دیگه هم دواها و تجهیزات است. دوا و تجهیزاتی که معمولا ضرورت است موجود نیست، ولی یک تعداد دواها و تجهیزات در استاک‌ها و گودام‌های وزارت صحت عامه و یامی شفاخانه وجود داره که استفاده ازش نشده. جزئیات از این روز پنجشنبه من شنیدم که وزیر صحت عامه هم روش صحبت کردن، اما این موارد هستن. نیازسنجی و تشخیص نیازمندی صورت نگرفته. یعنی تشخیص نیازمندی ما چقدر ونتیلاتور ضرورت داریم به افغانستان، چقدر ادویه ضرورت داریم، کدام ادویه ضرورت داریم، کدام ماشین‌آلات ضرورت داریم، تشخیص درست صورت نگرفته. همچنان ما تشخیص درست از آموزش کارمندان نداریم که کارمندای صحی تا چه اندازه آموزش‌های صحی خصوصا از استفاده از ماشین ونتیلاتور دارن و چقدر به آموزش‌های دیگر ضرورت دارن که خودش ضعف مدیریتی را نشان می‌ده و عرضه خدمات صحی را به چالش مواجه ساخته. بحث ونتیلاتور یک مورد بود، بحث استخدام کارمند مورد دوم است. در روزهای گذشته، در هفته گذشته در شفاخانه افغان ژاپن در حدود 50 مریض بود، اما شفاخانه افغان ژاپن 450 کارمند صحی داره. شما اگر حد اوسط از این رو ببینین، تعداد کارمند به اندازه زیادتر از تعداد مریض است. یعنی نیازسنجی صورت نگرفته بود که ما به چی اندازه کارمند ضرورت داریم به این شفاخانه. و همین چیز در شفاخانه افغان ژاپن هم است که 708 نفر کارمند دارن و حد اوسط مریضشان در یک روز 65 نفر است. اگر ما به حساب شفتوار هم میره حساب بکنیم، به حساب شفتوار هم تعداد از این کارمندا به اندازه زیادتر از نیاز ما در این شفاخانه است. کمبود ادویه یک مشکل جدی در تشخیص نیازمندی است در کابل، با وجودی که گودام های شفاخانه تعداد وافر یا مقدار وافر از دوا را موجود دارن، ولی دواهایی است که اونا دسته‌بندی تا حالا نکردن و نمیفهمن که آیا قابل استفاده است یا نه. او را به جایش گذاشته دوای جدید میخرن و این خودش هم عدم نیازسنجی را نشان میده و همچنان عدم شفافیت را نشان میده. بحث استفاده مؤثر از ونتیلاتور است. متاسفانه در افغانستان پیشتر ما گفتم ونتیلاتور به سه طریقه، به سه نوع است. نوع اول از استفادهش مغلق است، ولی متاسفانه ما به شکل درست کارمندای صحی در این عرصه آموزش ندیدن و عدم آموزش کارمندای صحی عرضه خدمات باز هم به چالش میکشانه و در این مورد هم مشکلات جدی وجود داره. در ولایتی که ما ونتیلاتورها داریم، متاسفانه انجینیرهای بایومدیکال که بتونن ماشین ها را در فرصت مناسب ترمیم بکنن موجود نیستن و این هم تعداد غیر فعال ونتیلاتورها را زیاد ساخته. در بسیاری از ولایات شما میبینین که مثلا در شفاخانه کابل 9 ونتیلاتور موجود است، فقط 2 به مریض وصل است. تعداد غیر فعال، تعداد ماشین های غیر فعال زیادتر ساخته. اقداماتی که اداره بازرس انجام داده و انجام خواهد داد، اولی که تامین شفافیت در مصرف بودجه کرونا از اولویت های کاری ماست و ما ایره به شکل جدیش تعقیب میکنیم. در مورد فوق، چهار مورد را که من ذکر کردم به منظور حقیقت‌یابی و در روشنایی اسناد معلومات، ما این مورد بررسی میکنیم و با مخ موضوعات خواهد رسیم. ولی بعض از موارد را که من میتونم امیال روی صحبت کنم، بعض از اقدامات ما البته بعد از تکمیل بازرسی ها به عصر وقت معرفی بعض از مقامات و مسئولین وزارت صحت عامه به دلیل غفلت وظیفه‌ای و سوء استفاده از منابع دولتی و مقامات عدلیه قضایی است. همچنان بعد از تکمیل بازرسی های ما که انشاءالله به عصر وقت انجام میافه، معرفی بعض از مسئولین ولایتی به دلیل سوء استفاده از منابع دولتی به مقامات عدلیه و قضایی است. همچنان ما سفارشات مشخص به وزارت صحت عامه جهت بهبود وضعیت شفاخانه ها و پاسخ‌دهی در مصرف بودجه ولایتی خواهد داشتیم. ارائه سفارشات مشخص به اداره ارگان‌های محلی جهت اصول اطمینان از اشتراک نهادهای جامعه مدنی و رسانه‌ها در کمیته نظارت، انتخاب نهادهای جامعه مدنی از طریق خود نهادها نه از طریق ولایت و همچنان اطمینان از شفافیت در مصرف بودجه. اداره بازرس از رسانه ها و نهادهای جامعه مدنی بابت تحقیق و نشر گزارشاتشان یک بار دیگر تشکر میکنیم و استقبال میکنیم که این گزارشات شما نشر کردین و ما را در رسیدن به حقایق همکاری کردین.
شایان ذکر می دانم که بعض ادارات دولتی یا با اداره بازرس همکاری نکردن و یایی که با تأخیر غیر معجم معلومات در اختیار اداره بازرس قرار دادن که تأخیر در کار ما رخ داد و یایی که ما نتونستیم یافته های خود نهایی بسازیم و امیدوار هستم که این ادارات محترم هم همکاریشان با اداره بازرس بیشتر بسازن تا اینکه ما بتانیم به طور شفاف و یکجا با پدیده فساد مبارزه بکنیم. از تمام هموطنان ما و رسانه ها نهادهای جامعه مدنی در هر جای افغانستان که هستن، من بازم تقاضا میکنم که ما را با اسناد و شواهد موارد را که اینا در اختیار قرار دادن که در رابطه با عدم شفافیت در پروسه باشه، در بودجه باشه، ما را همکاری کنن. ما اگر بسیار خلاصه موضوعات خود خلاصه بسازم، روی 4 مورد ما بازرسی های خود در این برنامه به شما توضیح دادیم. گزارش از قاچاق احتمالی ونتیلیتورها که بسیار خلاصه اگر توضیح بدیم، قاچاق ونتیلیتورهای کمک شده به افغانستان از دید ما منتفی است، به خاطر که از جمع 63 ونتیلاتور ما 56 ونتیلاتور ما تشخیص و تثبیت کردیم. در گزارش 8 صبح مواردی که ذکر شده بود، بازرسی های ما ادامه داره، یک پروسه طولانی و مغلق است. مواردی را ما داریم که موارد فساد اداری هستند، اما در کل به بازرسی بیشتر و اسناد بیشتر از 34 ولایت ما ضرورت داریم تا این تکمیل شود. در بحث جامعه مدنی ما موافق هستیم که نقش جامعه مدنی واقعا نقش مهم و اساسی است و قبول داریم که در بعضی از ولایات متاسفانه این نقش برای اینا فراهم نشد یا فرصت فراهم نشد و ما امیدوار هستیم در آینده نزدیک این چالش حل شود. بحث پرداخت معاشات کارمندان صحی و شفاخانه بود که مشکلات بسیار جدی در این مورد وجود داره و ما امیدوار هستیم که در آینده نزدیک این موارد حل شود. و بحث آخری ما هم در رابطه با ضعف مدیریت در کل در سکتور خصوصی ولی مشخصا در شفاخانه های مبارزه با ویروس و کرونا موجود بوده. سلامت باشین، تشکر. بله آقای آرست خانانی، من نه پوستم کمی پختنی چی مکتر استیل آقا بله جناب رئیس افتر شریکو و تزواب بگوی. سوال اول، تا کنون چند نفر به دلیل فساد در منابع اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا به سرانوالی معرفی شده است؟ یکی یکی پیش میریم؟ بله. چند مثال از افراد معرفی شده. پروسه بازرسی، خصوصا بازرسی موارد فساد اداری، بسیار مغلق است، به خاطر که متاسفانه در عرصه فساد اداری سیستم های بسیار منظم وجود داره و وقتی که شما بازرسی میکنین و میخواین که حقایق پیدا کنین با چالش های متعدد مواجه میشین. ما صحت پروسه و سرعت پروسه هر دو بر ما مهم است، ولی صحت پروسه به مراتب بر ما مهم تر است. به خاطر از اینکه ما صحت در پروسه و مسلکی بودن و کار خود حفظ بکنیم، تا ال حالا ما کسی را به اداره لوسار مالی معرفی نکردیم، اما با تکمیل بازرسی های ما قسمت مدر اقدامات ما توضیح دادم، امکان از این هست که یک تعداد از مسئولین وزارت صحت عامه و یک تعداد از مسئولین ولایتی در صورتی که تخطی های از قانون انجام داده باشن و در صورتی که مرتکب فساد شده باشن، اینا به اداره لوسار مالی یا ادارات عدلی قضایی معرفی شن. تشکر. سوال بعدی، آیا در تیرنین پر محل لکوم استون سر مخشوی است او کنه؟ تشکر. من فکر میکنم در این موارد هم صحبت کردیم. کلانترین چالش ما در پروسه بازرسی دسترسی به معلومات دقیق بود که در مراحل مختلف متاسفانه معلومات دقیق در اختیار اداره بازرس قرار نگرفته بود و این وقت گیر است تا اینکه ما تمام از این موارد یا می اسناد معلومات جمع‌آوری میکنیم و یک تحلیل ارزیابی از این داشته باشیم. این یک مورد بود. مورد دوم در قسمت بازرسی، چالش بازرسی، عدم همکاری بعض از نهادها بود که من بازم از طریق همین تریبیون از اونها خواهش میکنم که با ما همکار باشن، اسناد و مدارک زودتر در اختیار ما قرار بدن تا ما بتانیم که موارد فساد اداری را بازرسی بکنیم. و مورد سوم وسعت قضیه است. وسعت از این موارد است که ما مثلا از بودجه اگر صحبت میکنیم، از 34 ولایت صحبت میکنیم یا اگر از ونتیلاتورها صحبت میکنیم، ونتیلاتورها هم یالا در 34 ولایت موجود هستند و کل تشخیص و تثبیت از این واقعا وقت گیر است. تشکر. سال بعدی، گرچه شما صحبت های داشتین، بازم خدمتتون میخوام اگه چیز خاصی اضافه کنین جناب رئیس.
بررسی فساد در پول اختصاص شده برای مبارزه با ویروس کرونا و بررسی اتهامات دزدی شدن دستگاه های تنفس مصنوعی یا وینتیلاتور ها تا هنوز به کجا رسیده است؟ تشکر. ما فکر میکنیم در رابطه به ونتیلاتورها و همچنان در رابطه به مصرف بودجه معلومات مفصل خدمت شما ارائه کردم. در قسمت ونتیلاتورها دریافت‌های اولیه ما نشان می‌دهد که حداقل از ونتیلاتورهای کمک شده به افغانستان 32 ونتیلاتور قاچاق نشده، ولی بازرسی‌های ما ادامه داره. و در قسمت مصرف بودجه بله، بعضی موارد از فساد در مصرف بودجه وجود داره، اما بازرسی‌های ما در این موارد هم ادامه داره و ما از 4 ولایت که مشخصا گزارش داده شده بود و ولایت 30 ولایت دیگر هم گزارش مفصلش در ایام آینده ترتیب کرده و گزارش را خواهد کردیم. تشکر. یک سال دیگر پیش ما باقی مانده، برای زو باز به تالار برمیگردیم اگر همکارا سال داشتن. سال آخری است که شما گفتید که گزارش فساد که توسط روزنامه اش صبح تحقیق شده بود مورد تایید است. آیا رقم 800 میلیون افغانی اختلاس را مورد تایید است یا نه؟ تشکر. گزارش فساد از روزنامه 8 صبح ما تایید نکردیم که مکمل ارقام تایید بکنیم، اما موارد از فساد وجود داره، موارد از که من مواردش هم ذکر کردم، مثلا تفاوت در قیمت ها بوده یا اجناس غیر مرتبط خریداری شده، موارد وجود داره، اما در کل ما اختلاس 800 میلیونی را تصدیق نمی کنیم. بازرسی های مده این مورد ادامه داره. وقتی بازرسی ما تکمیل شد ما می توانیم که به وضاحت توضیح بدیم که چی مقدار اختلاس صورت گرفته، اما 800 میلیون در این مرحله ما با در نظر داشت صحت کار ما و مسلکی بودن کار ما در این مرحله تایید نمی کنیم. تشکر. میرمانی طلو. تشکر. بانوار سپرسد دادیم. من خبرنگار طلو نیوز هستم. یک تعداد سوال ها اینجا حل شد. من فقط دو سوال دارم. یکی که مردم افغانستان دوست دارن بدانن که بازرسی جمهوری اسلامی افغانستان مشخصا مسئولیتش چی است، یعنی تا پیش از این که درباره کرونا بررسی ها را انجام میدادن پیش از این چی میکردن؟ و دومی که درباره پرونده های کلان چی مالی چه غیر مالی، مثلا اتهام های بهره‌برداری جنسی در ارگ ریاست جمهوری و اتهام های کلان مالی دیگه، تا به حال بررسی هایی هم انجام شده؟ چنانچه رئیس جمهور در روز معرفی شما گفت که این نهاد باید بررسی بکنه تمامی ادعای مالی و معنوی که به تمام مقام های بلندپایه حکومت است، حتی رئیس جمهور. تا به حال چی شده؟ تشکر. تشکر. اداره بازرس یک اداره نو تأسیس است. اداره بازرس به منظور بازرسی مقامات از عملکرد مقامات عالی رتبه حکومتی ایجاد شده. قبلا در افغانستان ما ادارات متفاوت در رابطه با مبارزه با فساد اداری داشتیم، اما در هیچ مقطعی یک نهادی که مشخصا مقامات عالی رتبه حکومتی را تحت بازپرسی قرار بده موجود نبود. به او دلیل این اداره ایجاد شده بر اساس تعهدات افغانستان در استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری. و قبل از این اداره بر اساس فرمانی که اداره بازرس ایجاد شده، اداره بازرس باید یک چارچوب قانونی داشته باشه، باید داره قانون باشه. قانون اداره بازرس در حال تهیه و طی مراحل است. هرگاه طی مراحل قانون صورت گرفت، اداره بازرس میتونه عملا شکایات مردم در رابطه با مقامات عالی رتبه حکومتی دریافت بکنه. ولی تا الحال ما شکایت را نگرفتیم به خاطر از اینکه چارچوب قانونی ما موجود نبودن. از پرونده های کلان هم که شما گفتین، او هم برمیگرده پس به سوال اول شما که ما تا الحال چون قانون اداره بازرس تصویب نشده این موارد ما روش کار نکردیم. برعکس در بعض از این موارد بررسی از اینا به ادارات دیگه راجع شده که او بررسی ها اقتدادش تکمیل هم شده. اما اداره بازرس در وضعیت فعلی به اساس حکم ریاست جمهوری به خاطر نظارت و بررسی منابع و چگونگی مدیریت منابع مبارزه با کرونا به اساس حکم ریاست جمهوری کار میکنه. تشکر. یک سوال دیگه میگیریم. مهربانی از کابل نیوز. تشکر. شب دید هستم از کابل نیوز. اطلاعات در اختیار تلویزیون کابل نیوز قرار گرفته که دو هفته پیش به مدت 4 ساعت برقای بانک مرکزی قطع میشه و کمرهایش هم غیر فعال میشه. آیا در این رابطه شما آگاهی دارید؟ اگر دارید چه اقداماتی کردید؟
تشکر. ما اداره ما در این مورد معلومات نداره و به مو دلیل ما ابراز نظرم نمی کنیم و ما بازم تکرار می کنم که اداره بازرس فعلا اختصاصا موضوع بازرسی منابع مبارزه با کرونا را در مقطع فعلی بازرسی می کنه به شکل اختصاصی، ولی در کل وظیفه اداره بازرس بازرسی عملکرد مقامات عالی رتبه حکومتی است. تشکر. پای کی عبد البیاد د اغلی غزال حرس د بازار سي داري مشه خرني مننه او درسن استاد خام مننه کو زمونږ د نن ورځې خبري نست عبد الله پايتا ورشيده تشکر.